سینماتیک فیوری اینکارنیت، این گیم سینماتیک. بچه ها پچ جدید چند روز دیگه میاد، این سینماتیکشه، فیوری اینکارنیت، راجب خشم فایرک باید باشه که فایرک هم میدونیم آخرین بار شادو فلیم، قدرت شادو فلیم، آتش و سایه رو در سرزمین زلکوین خورد و کامل شد. بریم ببینیم اون از چیه. اول گوش بدیم ریاکشن، بعدش هم ترجمه کنیم و صحبت کنیم. لیتس گو. Little green dragon fucking all alone. I was hunting the aspect of your kind, your dear mother. But you will have to do. What do you want? I know what your flight is hiding. A fledgling world tree, locked away in your emerald dream. And you are going to take me there. I will never betray my kin. Let me be clear. Your Aban Faz. I will kill every dragon who stands between me and the power in that great tree's heart. You can save them. Just let me eat. Shadow Flame. Calm yourself, brother. Ooh. We are meant to break the Titan's iron grip on this world, not steal their children's future, as they did ours. I was just offering this whelp a chance to serve our cause. Fucking good. Spare his people a gruesome, yet delightful massacre. Farrakh. Farrakh! Woohoo! Remember what we are fighting for. So be it. I'll find another way into their precious dream. And then the power that grows within will be ours. Thank you. Yes, baby. آفرین، این دراگون فلایتیه که من میخوام. Woo, action. Give us actions, Blizzard. Let's go, baby. آقا بذار واسه تو ترجمه کنم. اول بذار همینجوری که توضیح میدم، بذار ولی یه خورده توضیح بیشتر بهتون بدم که بچه گیج نشید، یعنی بدونید دارید چی میبینید، راجب چی صحبت میکنم. چون این ویدیو رو ما بچه تو لایو هم داریم میبینیم، در ریکورد هم میشه واسه بچه یوتیوب. همین الان بعد اینکه تموم بشه آپلودش هم جنگی میزنم دیگه. آجی والا که دیگه چی کار کنه دیگه. خیلی خوب باشی نو کنید بچه. برامو چهار تا پرایمال اینکارنیت داریم دیگه، چهار تاشون هم میشناختید. رزگس اون برقیه که کشتیمش، و ایریدیکرون سنگی، آتیشی فایرک، و یخی هم ورناس. خب اینا مثل دراگن اسپکتا بودن، هم تخم اونا بودن، مثل تخم من، خب هم تخم اونا بودن، و اینا از زمان دان آف دی اسپکت بودن و اینا مخالف قبول کردن قدرت تایتانا بودن، چون میگفتن آقا همه چیز باید همون جوری که طبیعی بود، پرایمال بود باشه، و ما قدرت تایتانها
درست نیست. حالا پس این عقیده هاشون کاری نداریم. ایریدیکرون توی این مسیر خیلی از رفتارهای خشنی استفاده کرد، با نیروی وید همکاری کرد و این داستانا، که الان هم از بازی رفته بیرون، یعنی از داستان تم دراگون فلاید رفته خداحافظ، رفته تو یه پورتالی و ایشالله برای اکسپنشن بعدی با نیروی وید بر میگرده. به علاوه این دیوایسی که دستشه توش یک گرسنگی و یک هانگری رو میخواسته که اون هانگره رو، یعنی اون گرسنگی یه جادویی رو میخواسته که پیداش کرده. حالا کاری به این قضیه نداریم. میمونه دوتا دیگه. این دوتا دیگه خب خیلی موجودات جذابی هن. این دوتا دیگه یکیشون آتیشیه و یکیشون یخیه. این آتیشیه فایرک کلن انگار اهرم بازوی این اینکارنیت هاست. آتیشه دیگه، آتیش کیاس فایر، هرج و مرج خالصه و کلن قاتل دیگه، رس خشمگینه و عصبانیه و شما اسورت فایرک فیوری دیدید برای آیتم گرفتن توی این پچه 10.1 و این چیزا. و خب ورینوس مقتدرتره، ویزدم داره، بله پشن داره، یه خورده اشتیاق و مهربونی و حال زنم هستش. و حالا چیزی که خیلی جالبه، خب ورینوس خیلی شبیه ایریدیکرانه، شبیه ورژن زن ایریدیکرانه، خب از همشون خردمندتر هم ایریدیکرانه، ولی خب ورینوس زنم هست و خب به عنوان یک موجودی که اجدهای زنه، بروده در واقع، خیلی شبیه الکس رازا است. بلیزارد از قصد اومد یه ویدیو تو 10.1 داد که الکس رازا و وریناس همدیگر رو میبینن و شروع میکنن با همدیگه صحبت کردن که توضیح میده که الکس رازا و وریناس با همدیگه توی تخم بودن، در اومدن، خیلی با هم نزدیک بودن، خواهر بودن و به خاطر اینکه اینا قیام کردن و اینا تایتانیک شدن، این دوتا دسته ها با هم دیگه دشمن شدن دیگه سر این قضیه. و میگه وقتی که زندانیت، میگه چرا نکشتیمون، میگه خب چون دوستت داشتم، خواهرم بودی نمیتونستم بکشمت چون دوستتون داشتم، مخصوصا تو و ریناس رو، و خب خیلی از این قضیه ناراحته. بعد حالا خیلی جالب این سینماتیکش، و بعد توضیح میده، میگه اوکی ریناس، میگه من هیچ وقت نمیبخشمت، میگه به الکس رازا میگه موقعی که تو زندانی بودی میومدم زیر گوشت صحبت میکردم، کاش که این اتفاق رخ نمیداد وقتی که توی قفس بودی، زندانیت کرده بودیم توی اون توپه. میگه من باور، ورینوس میگه من باورت ندارم، به هر حال میگه که تو ما رو دوست نداشتی، با ما جنگ افتادی سر تایتانا. میگه اوکی، ولی چرا بچه‌هامون با دی ایگز الکس رازا، میگه تخمامون چی؟ تخمامون رو گرفتین و توش قدرت تایتان ها رو کردین، مثل دانجر روبی لایف فورس، میگه قدرت تایتان ها رو کردین توش. میگه این خیلی نامردیه، تخمامون هم این کارا رو کردین و این خب خیلی ناراحته و میگه من انتقام میخوام فقط بگیرم، و میگه دیگه باور ندارم و ورناس میره. حالا تو این سینماتیک که بلیزاردشون داده، این خیلی سینماتیک باحالیه، من آروم آروم بهتون بیشتر توضیح میدم. ما فهمیدیم که توی سینماتیک، توی پچ 10.1، توی کاتسینی متوجه شدیم که آقا قراره، خب یک درختی ساخته شده بچه تو جهان وارکرافت، اسم این درخت هم هستش فکر کنم این باب باشه، یه درختی ساخته شده توی امرالد ریم رویای زماردین که اسم این درخت هست امیر دراسیل، اسمش ایرانیه، امیر دراسیل. این همون بذر روحای نایت الفاست که اول اکسپنشن مافوریون و تیراندا کاشتن. حالا شاید یه سریاتون یادتون نباشه، من چون میخوام رفرش بکنم بهتون توضیح بدم که بدونید داریم با چی طرفیم، و این توضیح رو یعنی کاملتر میدم، با کار من همینه، من حاجی والاکم دیگه، کسی دیگه غیر از من تو ایران همچین کار نمیتونه واسهتون بکنه. خلاصه این تخمه از نشدولند اومده، روح ارواح کشته شده نایت الفا توشونه، و بعد اول نسخه با اجدهای سبز و میرترا، این دختره اسمش میرترا، دختر یسرا که خودش هم الان شده اسپکت اجدهای سبز، جای یسرا رو گرفته، توی رویای زمردین این درختو کاشتن. برای کسایی که نمیدونن رویای زمردین چیه، رویای زمردین یک جای دست نخورده از طبیعته که خواب تایتان ازراسه، سیاره ازراس یک تایتانه که خوابیده و این خوابش به شکل فیزیکی در اومده، یک جای طبیعته که این موجودات نیچر درویدا مثلا قدرتشون از اونجا میاد. حالا کاری نداریم، این درخت اونجا داره رشد میکنه، بسیار هم درخت قدرتمندیه و مستقیم به از راست کانکته. حالا ما فهمیدیم که ایریدیکرون میخواد به اونجا حمله کنه و این تو این سینماتیک که برای پچه 10.1 داره آماده سازی اونجا رو میکنه که پچه 10.2% حمله به اونجا است دوستان. و حالا بذار بهتون میگم، این یک اژدهای سبز که بهش میگه که اژدهای سبز کوچولو تنهایی، خیلی وویس اکتر خفنی هم داره، واقعا فایرک خیلی وویس اکتر باحالی داره، جذابه.
و خیلی برسه، خیلی بروتاله، دوستش دارم، حال میکنم. میگه من به دنبال شکار دراگون اسپکتتون بودم. میریترا رو میگه مامانتو میگم. میگه ولی تو باید بجاش انجام بدی. What do you want? میگه چی میخوای؟ I know what your flight is hiding. میگه من میدونم چی رو قایم کردیم. A fledgling world tree. درخت جهانی نایت الفار. Locked away in your emerald dream. میگه تو رویای زمردین قفلش کردیم. And you are going to take me there. میگه من رو قرار ببری اونجا. درو باز کن، چون اژدهای سبز میتونن پورتال به رویای زمردین باز کنن. I will never betray my kin. میگه من هیچ وقت خیانت نمی کنم. برای کسایی هم که سوال این یاروب مرده کیه، این پسر میرتراه، نوه اسرائیل. Let me be clear. میگه بذار واضح بگم. I will kill every dragon. میگه هر اژدهایی که میشناسی رو میکشم. Who stands between me. کسایی که مقابل من و و میگه هر اژدهایی که مقابل من و درخت جهانی و قدرتی که توشه، مثل اینکه یه قدرت بسیار عظیمی تو اون درخته. In that great tree's heart, you can... و میبینید که از رنگ آتشی آروم آروم قیافش عوض میشه و این میشه قدرت شادو فلیم، قدرتی که توی پتی دهیت گرفته. ناکنید رنگشو ببینید، بنفشاش اضافه میشه، هی داره عوض میشه. میگه تو میتونی نجاتشون بدی که من نکشنمشون، فقط بذار بیام داخل. و ایرناس اومد میگه آروم باش داداش، داداششه دیگه، اون یخیه، این آتیشیه. میگه این خیلی خردمندتره، میگه ما قراره که کاری بکنیم که نفوذ تایتان ها و کارهایی که تو این دنیا کردن از بین بره. میگه نه اینکه بخوایم آینده فرزندانش رو بگیریم. منظورش فرزندان ازوراسته، چون اژدهایان موجودات نیچرن، اینا نمیخوان اژدها رو بکشن. یعنی در واقع هدف اصلیشون این بوده و هدفشون اینه که در واقع تایتانا برن و خودشون و موجودات بمونن و قدرت ها، یعنی نفوذ تایتانا از بین بره. یعنی وریناس حداقل این خیلی واسش مهمه. I was just offering the... میگه من فقط داشتم به این ولف میشه اژدها کوچولو، میگه نی داشتم بهش پیشنهاد بدم که به هدف ما خدمت کنه. This ولف a chance to serve our god. خیلی قیافه فایر راک خفن خدایش. And spare his people a gruesome. میگه که با این کارش بتونه مردمش رو زنده بکنه، نمیگه نکشمشون. من ولی مساکر خیلی خوشمزه ایه، دوست کلا قاتل فایرون. و وایروناس خوشش نمیاد از این تاکتیک. میگه فاروک بس دیگه، بسکش. میبینی که شادو فلیمش هی زیاد میشه، این شادو فلیم زیاد شدنه انگار دیوونهش میکنه. فاروک اوخ یخو زد به داداشه آجی. فراست ورسس فایر. آبش کرد. خیلی باحال این دیگه. خب اینم یخیه دیگه، وایرناس هم آدمی نیستش، به همین راحتی ها از این نمیره که. ولی خب ناکنه قدرت آتیش خیلی زیاده. برادر داداش، remember what we are fighting for. بزن تیکر رو براتون توضیح بدم. So be it. I'll find another way into their precious dream. بزن براتون توضیح بدم. ببینین داداش، برادر، remember what
we are fighting for. میگه داداش یادت باشه با سر چی داریم می جنگیم کسخل، چی کار داریم میکنیم؟ خیلی خوب باش خیلی خوب باش یه راه دیگه پیدا میکنم که وارد رویای زمردین بشم. رویای عزیزشون میگه وقتی که باید شدم قدرتی که داره توش رشد میکنه درخته مال ما میشه. حتی هم نگفت will be mine، نگفت مال من میشه، گفت will be ours، یعنی برای هدف هم. Thank you. مرسی. ورناس داره میره. Holy shit. بچه ها از یک تا ده به این سینماتیک چه عددی میدید؟ خب این بچه شروع پچه 10-2 Fury Incarnate. بچه این هم نوشته که بلیزارد برای این پچ انتخاب کرده که آتیشه در رابطه با خشم اینکارنیت آتیش و فایرک مولتن لاوا. و خب it is what it is دیگه. به حال به نظر من سینماتیک خیلی خوبیه، سینماتیک بالیه. و اینکه خب مسلمن ما با قدرت 5 تا اسپکت شاید حتی سخت باشه شکست فایرک، به خاطر اینکه فایرک خیلی قویه و قدرت مخصوصا قدرت شادو فلیم داره. این شادو فلیمش خیلی اونو قوی میکنه، این آتش شادو فلیمی که تو پچ ده یک گرفت. پس برای این بلیزارد میخواست ازش استفاده کنه توی داستان به این دلیل بوده. و فایرک خیلی قویه و مسلما توی این مسیر من بهت قول میدم چیزی که همیشه هم من تو چرت و پرت نمیگم یاد باشه، ورناس توی این مسیر نظرش عوض میشه، به ما کمک میکنه. و اگر فایرک باس آخر اکسپنشن باشه، فیناک توی اون ورناس توی اون فایت هست که مثلا ما بریم ازش یخ بگیریم شیلد بیاد رومون یا همچین چیزی باید باشه. و خیلی باحال هم هستش، ولی خب به قدرتش مسلمه به فایرک نمیرسه. اصلا فایرک شادو فلیم هم داره و آتیش خیلی قدرتمنده. و باید ببینیم که چجوری میتونیم از امیر رسیل استفاده کنیم. بنده معتقد هستم که سرزمین 10-2، حالا 100% نمیدونم، ولی حسی که روی تجربه 13 سال بازی دارم بهتون میگم، حسی که من دارم اینه که پچه 10-2، حالا اسمش هست دفنس آف امیر راسیل، دفاع از امیر راسیل یا هر چیزی که هست اسمش نمیدونم، ولی در امیرالد ریمه، یعنی ما وارد سرزمین امیرالد ریم میشیم. چون واقعا رویای زمردین طی سالهای جهان وارکرافت واقعا جایگاهی داشته که یک مپ بشه رویای زمردین، یه مپ مثل زرس مورتیس، مپ بزرگ، مپ اند گیم، مپ پایانی، یا مثلا دو تیکه باشه، مپ دو قسمته، سه قسمته مثل آرگوس. به حال مپ پایانی سیزن آخر این اکسپنشن، یعنی در واقع محتوای آخرش نخواهد بود، چون ما 10-1-7 داریم، 10-2 داریم و من معتقدم 10-2.5 و 10-2.7 هم خواهیم داشت که تا 3 ماه دیگه این اکسپنشن معرفی میشه. بچه خیلی ساده است، 10-1-7 داره میاد، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، 10-1-7 داره میاد، این اتفاق داره رخ میده. اگه نمیدونید محتواش چیه، تو یوتیوب هم توی پلیلیست محتوای ورلد آف وارکرافت توضیح دادم. اوکی 10-1-7 پس داره میاد. بعد در ادامه چند روز دیگه، 3-4 روز دیگه پی تی آر 10-2 میاد و اسم اکسپنشن اکس، اسم پچ، مپ پچ، همه چیز آپدیت های پچ 10-2 هم به زودی تو پی تی آر میاد. قرار ویدیو راجع به اونم بذاریم که اونم پس جداست. 10-2 یه چولش 3 ماه دیگه میاد، من معتقدم 2 ماه دیگه 10-2 میاد، ولی قبل بلیسکانه. و بلیسکانی که اومد، یعنی ببین 10-2 رو یه جوری میدن، یه جوری میدن موازات بلیسکانه که 10-2 واسه آخرش کشته شد، 2-3 هفته بعدش بلیسکانه و بعد تو اون بلیسکان اکسپنشن بعدی معرفی میشه. من این رو میدونم و این اتفاق رخ بده، منتظر باشید. حالا باز هم همش دارم از الان تا 3 ماه آینده همش دارم بهتون میگم، چون برای من خیلی مهمه، مهمترین اتفاقاته. حالا تویش با اینکه فیلتره، ولی باز ما چیزی از ارزشمون کم نمیکنه. میدونم شاید موقع 2000 تا رسیده بودیم، الان دوست داشتم تویش فیلتر نبود، 3-4 که پلیر ما رو نگاه میکرد، ولی خب اشکال نداره، ما تلاشو نمیکنیم. بلیسکان نزدیکه و it is what is fear incarnate, that's crazy, that's incredible. و من خیلی با فایرک حال میکنم، دوستش داشتم، خیلی خوبه. ایول جی جی، ویل پلید بلیزارد.